سلام به همه همراهان خوب و مشتاق سلامتی کانال تناسب اندام روزانه. امروز سعی کردیم بپردازیم به مطلب انواع برنج ها و میخواییم اطلاعاتی راجع به 4 نوع برنج در اختیارتون قرار بدیم، از جمله برنج سفید، برنج قهوه‌ای، برنج قرمز و برنج سیاه. آیا واقعا خوردن برنج برای بدن شما مفیده و باعث چاقی نمیشه؟ کدوم برنج رو برای خوردن انتخاب میکنید؟ پس در ادامه کلیپ با ما همراه باشید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای آگاهی از آپدیت های ما علامت زنگوله کنار دکمه سابسکرایب رو هم فشار بدید. ابتدا بذارید نگاهی بندازیم به خواص و خصوصیات هر کدوم از این برنج ها. برنج سفید. برنج سفید نوعی برنج که تمام لایه‌های بیرونی، پوسته، سبوس و جوانش حذف شده است. بنابراین بیشتر مواد معدنیش حذف شده. برنج سفید شاخص گلیسیمی بالایی داره و این بدین معنیه که بدن شما این برنج رو سریع تجزیه میکنه. فیبر نقش اساسی در سلامتی شما داره و باعث میشه شما در طولانی مدت احساس سیری کنید. ولی متاسفانه در این نوع برنج فیبر بسیار کمی وجود داره. کلن برنج سفید نمیتونه یک انتخاب عالی باشه چون در مواد معدنی و ویتامین ها در سطح اصلا خوبی قرار نداره. و اما خواص برنج قهوه‌ای، در این برنج پوسته خارجی برداشته شده اما هنوز لایه سبوس و جوانه وجود داره. پس میتونیم بگیم مواد معدنی این برنج خیلی بیشتره. انواعی از برنج قهوه‌ای وجود داره، درست مثل برنج سفید. برنج قهوه‌ای منبع خوبی از منیزیم و آهن و همینطور زینک. این برنج دارای 3.1 گرم فیبر در هر 100 گرم از این برنجه. اما برنج سفید در هر 100 گرم فقط 2.1 گرم فیبر داره. پس میتونیم نتیجه بگیریم که برنج قهوه‌ای وضعیت بهتری نسبت به برنج سفید داره. برنج قرمز. خب این نوع برنج چند ساله که بین مردم محبوبیت بیشتری پیدا کرده. برنج قرمز حاوی ماده‌ای به نام آنتوسیانینه که در زغالخته و توت‌ها و میوه‌ها و سبزیجاتی که رنگ بنفش دارن وجود داره. این برنج در دو نوع با پوست و بدون پوست موجوده. برنج قرمز از نظر کالری شبیه برنجای دیگه است. 100 گرم این برنج حدودش 360 کالری داره، اما محتوای فیبرش از سایر برنج‌ها بالاتره. در هر 100 گرم از این برنج حدود 6.2 گرم فیبر وجود داره. برنج قرمز انتخاب بهتریه حتی نسبت به برنج قهوه‌ای، چون مواد معدنی و فیبر بالاتری داره و همچنین ماده مهمی به نام آنتوسیانین. برنج سیاه. برنج سیاه از نظر جایگاه مواد غذایی جایی بین برنج قهوه‌ای و قرمزه. میزان فیبر موجود در برنج سیاه در هر 100 گرم حدود 4.5 گرمه. این برنج شاخص گلیسیمی پایینی داره و این به این معنیه که این برنج دیر هضم میشه. بیشتر مناسب انواع سالات هاست. پس تا اینجا نتیجه میگیریم که برنج قرمز حاوی مواد معدنی و ویتامین های فوق‌العاده تری نسبت به همه نوعهای برنج دیگه است. بر اساس نظر محققان برنج برای تغذیه و سلامت ما غذای خوبیه، اما بستگی به نوع و چگونگی مصرفش داره. برنج ها حاوی کربوهیدرات و کالری بالا هستند و میتونن چاق کننده باشن. شما باید برنج رو زمانی استفاده کنید که بدن شما در حال فعالیت و سوخت و ساز بالاست. در غیر این صورت اگر مثلا زمان مصرف برنج به ساعات پایانی شب موکول بشه، به خاطر کربوهیدرات بالا این مواد ذخیره میشه و چون اصلا وارد چرخه سوخت و ساز نمیشه تبدیل به چربی میشه. افرادی که به دنبال کاهش وزن هستن نباید زیاد برنج مصرف کنن، مخصوصا اگر تحرک بدنی ندارن. در غیر این صورت مصرف زیاد برنج و نداشتن تحرک کافی باعث میشه تمام این برنج به چربی تبدیل بشه. در این زمان خوردن برنج چند ساعت بعد از تمرینات ورزشی شما یا چند ساعت بعد از زمانی که شما تحرک بدنی بالایی داشتین. اما مقایسه انجام میدیم در مورد میزان کربوهیدرات های موجود در برنج های مختلف. میزان کربوهیدرات در 100 گرم برنج قهوه‌ای 77 درصد، 100 گرم برنج سفید 79 درصد، 100 گرم برنج سیاه 72 درصد و 100 گرم برنج قرمز 68 درصده. پس باز هم نتیجه حاصل شد که برنج قرمز حتی از نظر کربوهیدرات ها در سطح بهتری قرار داره و انتخاب بهتریه، چون نسبت به میزان دیگر برنج ها کمتر چاق میکنه.
از دیگر مواد موجود در برنج میتونیم به آهن، منیزیم، ویتامین B و فیبر اشاره کنیم که البته مقدارشون در برنج های مختلف متفاوته. حالا که بهترین انتخاب ما برای برنج برنج قرمزه، در انتهای کلیپ میپردازیم به دستور پخت این نوع برنج. مواد لازم: 1 فنجان برنج قرمز، 2 فنجان آب، 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری روغن. گام اول، برنج قرمز رو در 1 کاسه آب به مدت 1 ساعت قرار بدین تا خیس بخوره. سپس این برنج رو بشورید و آبکشی کنید. گام دوم، روغن رو در داخل دیگ بریزید تا کمی گرم بشه و برنج رو به همراه 2 فنجان آب وارد دیگ کنید. سر دیگ رو بپوشونید و به مدت 30 الی 35 دقیقه صبر کنید با حرارت ملایم تا برنج دم بکشه. تمام آب دیگ باید جذب برنج بشه. گام سوم، شعله رو خاموش کنید و اجازه بدین برنج 10 دقیقه در همون حالت باقی بمونه. این بهترین روش خوردن برنج قرمزه. اینکه با ما همراهید خیلی خوشحالیم. سعی شده اطلاعات این کانال کاملا بروز باشه تا بتونه در سلامتی و زندگی بهتر به شما عزیزان کمک کنه. پس شما هم اگر کلیپ خاصی در یکی از زمینه‌های سلامتی یا پزشکی مد نظرتون هست، فقط کافیه عنوان این کلیپ رو برای ما کامنت کنید. شاد و پیروز باشید و منتظر کلیپ جدید ما باشید.